همونطور که در گزارش دیدید، سازمان جیش العدل مسئولیت گروگانگیری نیروهای ایرانی در مرز پاکستان رو بر عهده گرفته. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن همراه ماست. آقای دوشوکی، چرا و با چه هدفی گروه جیش العدل دست به گروگانگیری زده؟ گروه جیش العدل ادامه دهنده راه گروه جندالله هست که به رهبری عبدالملک ریگی بود و سالها پیش عملیات مسلحانه رو بر علیه مامورین جمهوری اسلامی یا حتی بر علیه مردم عادی هم در اون زمان انجام میدادن و اون قرائتی رو که اونها ارائه میدن همون قرائتی است که جندالله ارائه میداد، مبنی بر اینکه در بلوچستان بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت ظلم میشه و مبارزه مدنی امکان نداره، در نتیجه ما ناچاریم به مبارزه مسلحانه رو بیاوریم. و در طی این سالها حملات زیادی رو بر علیه نیروهای جمهوری اسلامی بخصوص پاسگاه‌ها و برجک‌های به اصطلاح مرزی انجام دادن. در طی ماه‌های اخیر جندالله چندین حمله به این برجک‌ها کرده بود که ناموفق بودند و تعدادی از افراد جیش العدل کشته شدند. از جمله حدود دو هفته پیش نفر دوم جیش العدل به نام ملا هاشم محمدزئی کشته شد. در نتیجه این جیش العدل از دیدگاه نظامی خودشون این رو ضروری میدونستن که یک عملیات موفقیت آمیز انجام بدن و ظاهرا این عملیات برخلاف عملیات گذشته خودشون از نظر نظامی و از دیدگاه جیش العدل موفقیت آمیز بوده که تونستن تعداد حداقل 12 نفر رو به گروگان بگیرند. اما به هر حال مشکل اساسی بقیده من مشکل محلی در استان سیستان و بلوچستان هست که این بستر رو برای جذب نیروها توسط جیش العدل فراهم کرده، اون بستر فقر، اون بستر تبعیض و نارضایتی عمیقی که بین بخش وسیعی از مردم بلوچ وجود داره. اینها باعث شده حالا گروه های دیگری یا کشورهای دیگری بتونن از اینها استفاده کنن یا نه، اون بقیده من یک موضوع ثانویه هست، ولی خود جمهوری اسلامی تلاش کرده که مشکلات سیستان و بلوچستان رو فقط از طریق نظامی و امنیتی حل کنه که با توجه به این حوادث اخیر و حادثه روز سه‌شنبه مشخص میشه که این کارزار جمهوری اسلامی از طریق ساز و برگه های امنیتی موفقیت آمیز نبوده. آقای دوشوکی، اشاره کردین که اینها به گفته سپاه از خاک پاکستان میان و شما هم تایید کردید، نفوذ و دامنه عملیاتی این گروه در منطقه چقدر گسترده است؟ این گروه سه گردان داره، سه گردان مختلف داره که در امتداد خط مرزی از منطقه چابهار که جنوبی ترین هست در منطقه به نام جکیگوار یکی از گردان ها فعالیت میکنه. گردان دومشون در منطقه سراوان هست که در اون حیط فعالیت میکنند و گردان سومشون در منطقه خاش هست که این فعالیت رو خاش و میرجاوه هست که این فعالیت رو انجام میدن و این فعالیت امروز هم در همین منطقه میرجاوه بوده. خب اینا کسایی هستن که به اون منطقه وارد هستن، به کوهستانهایی که کوهستانهای مرزی بین ایران و پاکستان. اما نکته اساسی در مورد حمله روز سه‌شنبه بقیده من اینه که خود سپاه هم اعتراف کرده که افراد نفوذی در بین بسیج اشاعری که با سپاه و نیروهای مرزبانی همکاری میکنن با جیش العدل همکاری کرده بودن و این بقیده من برای اولین بار هست که بعد از 10 سال که سپاه پاسداران بسیج اشعری رو که عمدتاً از افراد بسیار فقیر و مستمند جامعه هست و ده ها هزار نفر از اونها رو مسلح کرده، چه در داخل شهرها چه در امتداد مرز، بعضی از اینها ظاهراً با جیش العدل همکاری کردن بر طبق گفته سپاه و اجازه دادن در سحرگاه سه‌شنبه افراد جیش العدل وارد بشن و بتونن به راحتی بقیه رو به گروگان بگیرن و این بقیده من از نظر سپاه و مسئولین اونها نکته بسیار مهمی است که اگر خود بسیجی هایی که ظاهرا با سپاه هستند و از سپاه حقوق میگیرند این گونه عمل کنند و به همراه جیش العدل باشند، این نفوذ از درون میتونه برای سپاه خیلی خطرناک و زیانبار باشه. آقای دوشوکی، سپاس از همراهی شما. خیلی ممنون.